سلام، شب شما بخیر. به برنامه دیگه از روی خط خوش اومدید. شنیدید 5000 نفر راهی بیمارستان شدن تو اهواز بعد از بارش اولین باران پاییزی. بذارید بگم، چند وقت پیش اهواز به عنوان آلوده ترین شهر جهان معرفی شد. بعد اول هفته یه بارون اومد و شهروندان خوزستانی دچار آرزه تنگه نفس شدن. میگن آلودگی هوا باعث شده بارون اسیدی بیاد. باز هم آلودگی به هوا، به نظر شما نقش مردم در کاهش آلودگی هوا چیه؟ دولت و سازمانهای غیر دولتی در این میان چه نقشی دارن؟ اصلا چه باید کرد تا آلودگی هوا کم بشه؟ اگر خوزستانی هستید، ما منتظر شنیدن مشاهدات عینی شما از اون حوادث هستیم. در شهرهای دیگه هم که آلودگی هوا هست، ما منتظر نظرات شما هستیم. من رویا ملکی به همراه آرش سیگارچی با شماره 202-692-4360 همینطور میتونید در یک ساعت پیش رو در فیسبوک با من چت کنید و نظر بدید و همینطور در اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری برای ما ایمیل بزنید، نظر بدید یا شماره بزنید، ما به شما زنگ بزنید. اینستاگرام و توییتر روی خط رو دنبال کنید، اونا منتظر شما هستن. به برنامه خودتون خوش اومدید. وقت بخیر بینندگی برنامه روی خط هستید. در این سه‌شنبه دیگه بخشی از پاییز شده. پاییز تهران و مناطق غرب ایران سالهاست با آلودگی هوا همراه، گاهی ریزگردها و گاهی هم افزایش مواد سمی آلاینده هوا. درباره آلودگی ریزگردها کار چندانی فعلا نشده باش، اما بخش دیگه آلودگی ها به خاطر نزدیکی کارخانجات صنعتی و خودروهاست. همکارم رویا گفت 5000 نفر تو ماجرای باران اهواز راهی بیمارستان شدند، اما یه آمار وحشتناک‌تر میگه سالانه حدود 3000 نفر در تهران به خاطر آلودگی هوا جان میدن. در اینکه حکومت مسئول کاهش مشکلاتی مثل آلودگی هواست شک نیست، اما نقش مردم چیه؟ آیا مردم نقشی دارن؟ چه کار میتونن بکنن که آلودگی هوا و مشکلات حل بشه؟ روی خط میزبان نظرهای شماست. همکارم رویا. آرش، این در اینکه عددا چقدر هستش، 4000 تا 5000 تا الان چند روزه هم تو داره از 3000 تا شروع شده و هم تو داره افزون میشه بر این رقم. به هر حال امروز شبکه‌های اجتماعی پر بود از عکس‌های اهواز و آلودگیش، پر بود از انتشار عددی که هر روز بزرگیش افزوده میشد، 5000 مسموم. شبکه‌های اجتماعی به تبدیل شدن به رسانه‌ای به آلودگی هوا رو بهش میپرداختن و خبر مسمومیت خوزستانی‌ها رو به اشتراک می‌ذاشتن. مقصر رو بذاریم کنار، حالا چه باید کرد؟ نقش مردم در کاهش این آلودگی چیه؟ سوالی که ما امروز منتظریم جوابشو از شما بپرسیم. پیامگیر برنامه روی خط هم 202-205-99-42 با داخلی 92 هستش که شما میتونید روی اون هم پیغام بذارید و ما پیام شما رو خواهیم گرفت. رویا، واقعیت اینه که ادامه آلودگی هوا باعث مرگ و میر شده، اینو هیچ کس انکار نمیکنه و اتفاقا حالا تو بحث خوزستان گفتی که آمار گاهی متناقضه، تو آمار مرگ و میر هم کمی متناقضه، اما تازه ترین رقم هایی که اعلام کردن گفتن، حالا بهش اشاره خواهم کرد، مرگ و میر مربوط به آلودگی هوا. اما نگاهی بندازیم به آمارها، ببینیم آمارها چی میگه. در نخستین کمیته ملی کاهش آلودگی هوای تهران اعلام شد که مرگ سالانه حدود 3000 نفر، یعنی 2700 تهرانی در اثر آلودگی هوا. اینو روزنامه شرق هفته پیش منتشر کرد. اما از طرف دیگه تو خبرها بود که رویا هم بهش اشاره کرد، آخرین رده‌بندی سازمان بهداشت جهانی میگه اهواز در خوزستان رتبه آلوده‌ترین شهر جهان رو داره. از طرف دیگه خب تو خبرها همونطوری که اشاره شد، ترکیب آلاینده‌ها و باران مردم رو راهی بیمارستان کرد که رقم کسانی که مشکل داشتن به 5000 نفر رسید. اما بین این اظهار خبرها، این اظهار نظر مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم جالب بود. گفته در مهر ماه امسال شهروندان تهرانی حتی یک روز هم هوای پاک تنفس نکردند. 22 روز از ماه مهر هوای شهر ناسالم بود و تنها 8 روز هوای سالم داشت. رویا گفته هوای سالم فرق هست بین تعاریفشون که بین هوای سالم و هوای پاک. به این ترتیب میگم که در 10 سال اخیر در تهران در مهر ماه فقط 5 روز هوای پاک داشتن. یک روز در مهر ماه سال 85، 2 روز در مهر ماه سال 86، 1 روز در مهر ماه 88 و 89. از اون به بعد مهر ماه هوای ناسالم و سالم داشته، اما هوای پاک
نداشته تهران. آرش، آلودگی هوا هم شده فصلی، انگار مردم منتظرن با آغاز فصل سرما، اومدن مهر، دنبال فصل آلودگی هم هستن، دنبال این هستن که به غیر از چک کردن اینکه امروز هوا بارونیه یا آفتابی هست، چک کنن که ببینن میزان آلودگی هوا چقدره، بذارن بچه‌هاشون برن مدرسه یا مدرسه تعطیل میشه یا نه. به هر حال اینکه آلودگی هوا هم فصلی شده خودش میتونه یه تلنگر یا یک زنگ خطری باشه برای کسانی که در شهرهای بزرگ، در کلان شهرها زندگی میکنن و به هر حال با آلودگی هوا یک جورایی دارن دست و پنجه نرم میکنن. ناصر کاربری هستش که برای صفحه روی خط، صفحه فیسبوک روی خط کامنت گذاشته، گفته علت اصلی آلودگی شهرهای جنوبی به خصوص اهواز و آبادان و خرمشهر، قبار و خاکهای پخش در هواس که از سمت عراق میاد و به علت بیتوجهی دولت مردان از سالهای پیش تا کنون ادامه داشته. این کاربر گفته راه جلوگیری اینه که بیابانهای مرزی با همراه با ایران رو باید روغن پاشی کنن تا باد نتونه خاک و غبار آلوده در عراق و که سالیان سال باعث مرگ و انواع مرضی میشه به سمت ایران و البته شهرهای جنوبی حرکت بده و باعث آلودگی هوای این شهرها بیش از پیش بشه. خب به سراغ بیننده هامون بریم که به صورت زنده روی خط میان و نظر میدن. فرزانه از تهران اولین بیننده ایست که به سراغش بریم. خانم فرزانه، نقش مردم در کاهش این آلودگی ها چیه؟ سلام، خسته نباشید. خواهش میکنم، بفهمید. به نظر من، بله، صدای منو دارین شما؟ بله، صداتون رو میشنویم خانم فرزانه، بفهمید. بله. به نظر من اون چیزی که باعث آلودگی شاید حالا به نظر شما یه چیز بیهوده بیادش، به نظر من هر، یعنی هر اتفاقی که برای یک کشوری بیفته، برای ملت بیفته، حالا چه اتفاق خوب باشه، چه اوکی باشه و نه، چه تخریب کننده باشه، همش برمیگرده به دولت. یعنی الان اگر که دولت کشور ما یک مقدار نمیخوام بگم هم زیاد، یک مقدار به فکر مردم بوده، خیلی بهتر میتونستن تحصیلات و آرامش ملت رو فراهم بود. اجازه بدید خانم فرزانه رو خط وایسید، بریم به نروژ ببینیم ساله بیننده دیگری که روی خط ماست. آقای ساله، خانم فرزانه میگفتن که هر اتفاقی چه خوب چه بد بیفته دولت در واقع مسئول هست. شما این نظر رو قبول دارین؟ بله حتما همینجورم هستش، چون من خودم بچه آبادان هستم، بهتر میدونم این قضایا. بعد میدونم که لجبازی ها و سیاست های جمهوری اسلامی ایران که با لجبازی هایی که با عربستان سعودی با عراق انجام میدن راجب اون نفتی که باید توافق شده بود، زمان شاه توافق شده بود که بیابونا و صحراهای عربستان سعودی و عراق و اینو یک پولی بین هم گذاشته بودن که هم این بیابونا رو چیکار کنن، قیل پاشی بکنن که این ماسه و نمیدونم خاک و اینجور چیزا به طرف ایران و طرف آبادان و طرف اهواز نیاتش، اینا الان لجبازی سیاسی شده. بعد مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن هم آب آلوده دارن، هم اوضاع زندگیشون خرابه. بعد قضایای این نفت و پالایشگاه هایی که اونجا دارن نفت استخراج میکنن، گازی که استخراج میکنن، تمام دود آلودگی های اونجا رو چیکار میکنه؟ مردم آلوده کرده. بعد اکثر مریضی ها، سرطان ها و تمام مریضی هایی که مردم پیدا کرده نفهم این هاست و تمام خورما و نخل و نمیدونم همه اینجور چیزا هم آلوده شده، غذاهای مردم آلوده شده، مردم فقط فقیر شده و بدبختی میکشه از طریق لجبازی های دولته. ممنونم از ساله از نروژ که تماس گرفت. اما فرزانه رو روی خط داریم. خانم فرزانه، یک سوال من رو هم لطفاً کوتاه پاسخ بدید. نقش مردم چیه؟ آیا مردم میتونن کمک کنن که مثلا فرض کن همین آلودگی تهران، کمتر استفاده کنن از ماشین‌های شخصی، خودروهای تک سرنشین؟ به هر حال خودش یعنی مردم فقط تنها آقایی هستن که میتونن یک مقدار جلوی تخریب رو بگیرن. اگر هر کسی به اندازه به مقدار خودش به محیط اطراف خودش برسه، از به قول شما طریق آوردن ماشین و کارهای دیگه، خیلی در آلودگی هوا تاثیر گذار هستش. ولی متاسفانه مردم هم اینقدر دلشون دیگه سر
سرد شده. اینقدر ناامیدی من در ایران هستش که دیگه مردم به این چیزها فکر نمی‌کنن، فقط به فکر اینن که نون شبشون چجوری در بیاد. بعد ممنونم خانم فرزانه از تهران. رجا چه کسانی در کاهش آلودگی هوا نقش موثری دارن، دولت یا مردم؟ این سوالی بود که در نظرسنجی امروز برنامه روی خط ما در صفحه فیسبوک گذاشتیم. از شما می‌خوایم بریم رأی بدین و به این سوال که به نظر شما دولت نقش موثرتری خواهد داشت یا مردم. در این نظرسنجی آماری که تا الان به دست آورده 63% دولت رو مردم مقصر دونستن و مقصر کنن دیدن نقش موثری میتونه در کاهش آلودگی هوا داشته باشه و همینطور مردم هم 38% میتونن در این آلودگی هوا رو کاهش بدن. شما هم برین در این نظرسنجی شرکت کنید که ببینیم در نهایت مردم میتونن موثرتر باشن یا دولت. علی کاربری هستش که گفته بعضی از هموطنان فکر میکنن با از بین بردن اموال عمومی یا سوء استفاده از منابع طبیعی و آلوده کردن محیط مبارزه منفی میکنن. گفته شما نظری به کنار جاده های شمال ایران بیاندازید. وقتی هم اعتراض میکنی میگن میخواستین انقلاب نکنید. مشکل فرهنگ هستش و بعضی ها که بیگانن با این مسئله و مسئله فرهنگ. خب بریم به سراغ افشین دیگر بیننده ای که از تهران هست، ببینیم افشین نظرش چیه. افشین به نظرت مردم چه نقشی دارن برای کاهش آلودگی ها؟ شما من فکر میکنم که همه چیز بستگی به خود مردم داره و فرهنگ مردم. اصلا من در مورد آماری که دارید شما اینجا دادید، من فکر میکنم که یه مقداری این قلوب شده، چون یاسوج دیگه حداقل یاسوج دیشر کوهستانی با هوای خیلی تمیز باید میدونم جز به شهرهای آلوده ما باشه، خیلی هم اطراف شهرک صنعتی نیست. به احواز اشاره کردیم و افشین من دیدم توی گزارشون اسمم از یاسوج بود. اهواز بله، اهواز آلودگیش البته عمدتاً صنعتی نیست، تخلیه به خاطر ریزگردها هست. من یه سوال اینجا برام پیش اومده آیه سیگارچی، هنوز ما عذرخواهی شما رو بابت دوستان خطاب کردن مردم ایران نشنیدیم. اینو البته اگه بتونید مقدمتاً عذرخواهی رو بفرمایید بعد بریم سراغ بحث آلودگی هوا. نمیدونم چه ربطی داره به موضوع برنامه افشین. شما ربط داره این در ببینید آیه سیگارچی، این در توهین به هویت و موجودیت ما شده و شما به عنوان یه شبکه‌ای که این کار توهین‌آمیز خصومت تلقی میشه با مردم ایران، یه اون وقت این وجاهت رو ندارید که دل سوزی بکنید در مورد آلودگی هوای شهرهای ایرانی. ممنونم افشین که آمدی روی خط و نظر خودت رو دادی. نمیدونم در مورد چی داری صحبت میکنی. خب رویا من میخوام نظر هادی رو بخونم. گفته در هر نقطه از جهان یک سری مشکلات هست، همون منطقه خاصه همون منطقه هستش. گفته مثلا در آمریکا طوفان های سهمگین وجود داره، در ونیز ایتالیا بالا آمدن آب دریا هستش که البته با پروژه های چند میلیاردی از 6 سال پیش دارن مهارش میکنن. گفته و ایران هم مشکلات خودش رو داره از آلودگی هوا، آب، محیط زیست و غیره، و با این وضعیت بودجه در دولت انتظاری نمیشه داشته باشیم که این مشکلات حل بشه و متاسفانه گفته مردم هم در اون دستی نمیتونن داشته باشن چون به کل ناامید شدن. و مصطفی گفته دلیل آلودگی بیش از حد خوزستان منحرف کردن آب کارون، کرخه، دز به اصفهان و کویر مرکزی ایران هستش. این رودخانه ها نقش بسیاری در تنظیم دما دارن و اکوسیستم فوق العاده غنی برای حیات گیاهی دارن و گفته منحرف کردن آب کارون باعث میشه که به مرور کارون از نابود بشه و با خوش شدن تالاب گردباد و خاک به راحتی به هوا میاد و در کیلومترها پراکنده میشه و این باعث میشه که آلودگی هوا شدت پیدا کنه. خوب در این سه شنبه بحث روی خط به آلودگی ها در ایران، آلودگی های هوا در ایران اختصاص داره، به خصوص در تهران و غرب و جنوب ایران. شهر اهواز رو همکارم رویا مثال زد، اینکه آلودگی ها و باران تلفیق شد و در نهایت منجر شد حداقل 5000 نفر به کارشون به دکتر بکشه. در این حال از شما بینندگان عزیز پرسیدیم که به نظرتون نقش مردم در برای کاهش آلودگی هوا چیست. تا دقایقی برمیگردیم بحث رو با شما ادامه میدیم. پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
و یکی از مهمترین عوامل آلوده کننده هوا میگن که استفاده از خودروهای غیر استاندارده، در واقع مصرف بنزین این خودروها میتونه به آلودگی دامن بزنه و توصیه میکنه اگر مردم بتونن از خودروهای استاندارد استفاده کنن شاید بتونه کمک بکنه که آلودگی ها کاهش پیدا کنه. ببینیم که خودروهای آلوده عملاً آلوده کننده چه مشکلاتی به بار میارن. 80% آلودگی های تهران و کلان شهرها به گفته نمایندگان مجلس ناشی از آلودگی خودروهاست. این رو بارها اعلام کردن اما از چند سال پیش طرحی شروع شد برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده. تا حدود زیادی خودروهای که مصرفشون مضر بود برای آلودگی از دور خارج شده اما باز همچنان تعداد زیادی از این خودروها مونده. آلودگی موتورهای دودزا در مقابل موتورهای معمولی 30 برابره. خودروهای آلوده کننده در حال حاضر تو تهران تخمینی که مقامات مسئول زدن حدود 350 هزار خودروه. اما همین 350 هزار خودرو به اندازه 11 میلیون خودرو دارن آلوده میکنن تهران. و جالب اینه که کل خودروهایی که توی تهران وجود داره 4 میلیون خودرو تخمین زده میشه. رویا اشاره کردم به نقل قولی از مقامهای تهران که 350 هزار خودروی آلوده کننده هست. جالب اینه که نیروی انتظامی به عنوان یکی از ضابطینی که میتونه برخورد کنه با خودروهای آلوده کننده اعلام کرده در 6 ماه ابتدای امسال تنها 978 خودروی آلوده رو متوقف کرده بود و در واقع اگه اون 350 هزار رو مرور کنیم رقم بسیار بسیار ناچیزی. درست میگی که 350 هزار تا وجود داره و میتونستن با همشون برخورد کنن. اما باید ببینیم در قبال این یعنی چه کاری میتونن انجام بدن. مردم ماشین خودشون پلیس میخواد چه برخوردی کنه؟ آیا امکاناتی در اختیارشون میذاره که مثلا ماشینشون نوسازی کنن؟ هیچکس بعدش نمیاد که ماشین نو سوار بشه اونایی که ماشین فرسوده دارن. اما خب باید ببینیم چه امکاناتی میده و چه خاصی در قبالش داره که آیا میتونن مردم این خودروهای فرسوده رو بدن و خودروهای نو سوار بشن و امکانشو دارن یا نه. خشایار نمیشه کاش درآمد یک روز نفتی خوزستان رو برای خودش صرف می‌کردم و گفته خرج محیط زیست خوزستان اگر این رقم ها میشد خیلی وضعیت فرق می‌کرد. و همینطور مانی نوشته من سالهای طولانی در کارخانه یک گروه ملی صنعت فولاد ایران کار کردم و اطلاع دقیق دارم که آمارهایی که این کارخانه در ارتباط با میزان آلودگی کنندگی کارخانه ارائه میکنه منطبق بر واقعیت نیست. در حدی آمار هستش که فقط اعلام میشه تا کمتر جریمه بشن ولی عمق فاجعه آلوده کنندگی این کارخانه خیلی بیشتر از این هاست. گفته فولاد خوزستان از یک سمت شهر را آلوده میکنه و گروه ملی هم از سمت دیگه. این دو کارخانه دست در دست هم به یاری همدیگه دارن گلوی هوای اهواز رو فشار میدن و مردم رو به کشتن میدن. آرش دلایل زیادی برای اهواز گفته شده. حالا اهواز خیلی موقعیتش بحرانی تر شده اما شهرهای دیگه هم هستن که حالا به علتهای مختلف داره این آلودگی توش جان آدم ها رو میگیره و مردم زیادی رو مریض میکنه. افزایش سرطان ها اتفاقاتی بعدی که میفته مریضی ناعلاجی که پیدا میشه. اما دلیل اینها به کنار بیشتر ما میخواییم بدونیم که واقعا چه کار میشه کرد که حالا این آلودگی ایجاد شده چه کار میشه که کمش کرد که کمتر آدم آسیب ببینه به قطر بریم. آقای کرامت بیننده دیگریست که روی خط هست بشنوید نظر شما رو. نقش مردم در کاهش آلودگی ها چیست؟ شب شما بخیر آقای سیگارچی و رویا خانم. عرض کنم حضور شما من فکر میکنم که هم مردم هم دولت هر دوتا نقش خیلی مهمی دارن. متاسفانه در ایران کلن حکومت هایی که بستر کار هستن هیچ اهمیتی به مسئله محیط زیست و مسئله آلودگی هوا نمیدن و قاطعیت کافی ندارن و در ضمن قانون رو رعایت نمی کنن. به ضمن این که ما قانون خوبی هم نداریم برای مقابله کردن با آلودگی هوا مخصوصا آلودگی‌هایی که از ناحیه ماشین هست، ناحیه خودروهایی که در حال تردد هستند. از طرف دیگه فرهنگ مردم ایران هم واقعا فرهنگی هست که نمیشه بهش گفت یه فرهنگ پیشرفته یا یه فرهنگی که قابل اعتنا باشه از در ارتباط با محیط طبیعت. البته ایران تضاد فرهنگی خیلی شدیدی وجود داره. ما بهترین نوع فرهنگ ها و در همان زمان بدترین نوع فرهنگ رو تو ایران داریم. این نیست که بگم حالا همه چیزها بده. خب همین ولی... آقای کرامت اشاره کردید که هم دولت هم مردم. ما بیشتر میخوایم امشب تو درباره نقش مردم صحبت کنیم. به نظرتون باید چه کار کنن؟ خب مردم اولی که باید خودشون اول به اون سلامتی خودشون و
احترام به طبیعت برسن به این قضیه که باید رعایت کنن، باید برن به اون سمت که هوا رو آلوده نکنن. منتها هر کسی شما دست به زلوش میگه به من چه، باید دولت مثلا درسته که وقتی ماشین من، خودروی من تولید آلودگی داره میکنه، وظیفه من هست که آقا صرف نظر کنم از این خودرو، بندازمش که ندارم یه خودروی دیگه بگیرم. خب توان اقتصادی هم اینجا مسئله است دیگه. دقیقا توان اقتصادی مسئله است، منتها به چه قیمتی؟ به چه قیمتی وقتی من سلامتی خودم رو دارم از بین میبرم به خاطر اینکه حالا میخوام حتما این ماشین رو سوار بشم؟ خب دارم یک چیز بهتر از دست میدم در برابر یه اقتصاد که حالا من میخوام فرضاً یه ماشین سوار بشم. متشکرم. آقای کلامت بیننده یکی از قطر تماس گرفت. الان داشتم با نوید صحبت میکردم. نوید نوشته که چند روز قبل صدا سیمای ایران گزارشی تهیه کرده از اهواز که میخواسته نشون بده اهواز آلوده‌ترین شهر جهان نیستش و نشون داده، گفته که هوا رو نشون داده و زمین رو نشون داده. بعدش اینکه این بارون اومده و پنج هزار نفر، عدد دقیقا مشخص نیست، 5000 نفر به بیمارستان راهی شدن، باز اول رفتن فیلم آماده کردن و با کسایی که در بیمارستان بودن صحبت کردن. اونا گفتن ما قبلا مشکل تنفسی داشتیم، مشکل تنگ نفس داشتیم، مشکل قلبی داشتیم و رفته بیرون با مردم صحبت کرده، همه گفتن هوا خوبه. نوید نمیشه، من از اهواز هستم، الان هوا خوبه، اما خب به هر حال اهواز آلوده‌ترین شهر جهان بوده و گفته مردم هیچ نقشی نمیتونن داشته باشن، ولی این آلودگی از عراق و کویت و بیابون‌های اونجاست که باعث آلوده شدن شهر اهواز میشه. خب به یونان بریم. کوروش روی خط ماست. کوروش ببینیم نظر شما چیست؟ شما سیگاچی و همچنین خانم ملکی، ببین آقای سیگاچی، 10% شاید مردم مقصر باشن، 90% دولت مقصره. شما اثبات هوای که داخل هوای تهران هست رو نگفتی که چند میلیون نفر در سال به خاطر اثبات هوای تهران از بین میرن، اثباتی که تو دیسک لنت ترمز خودرو هست. چرا این متوقف نکردن این ساخت لنتو؟ دولت با متوقف کن. چه دیسک عادت دیسکایی که در اروپا هست و رو خودروهاشون نمیذارن؟ چرا خودرویی که آلودگی میکنه زمانی که میرن برای تعویض پلاک به ایشون برچسب ایمنی میده؟ نباید برچسب ایمنی بدن که آلودگی به وجود نیاد. آلودگی هوا 90% برمیگرده به این مشکلات دولت. دولت وقتی که هیچ چیزی نداره، هیچ فکر در مورد مردم نمی کنه و فقط مورد مسئله هسته ای و اینجور چیزها هست، خب آلودگی بیشتر میشه به جای کمتر بشه. خب حالا من حالا سر این 10% و 90% نمیخوام باهات بحث کنم کوروش، اما وقتی اون درصدی که مربوط به مردم هست دنبال بشه، به مردم این توان رو میده که مطالبات جدیتری رو مطرح کنن. نمیشه که گفت که چون دولت نمیکنه پس ما هم ول کنیم. در حال این سلامتی و حیات مردم بهش ربط داره. آقای سیگاچی عزیز، فدات بشم، شما الان در یک کشوری هستید، متوجه میشین من چی به شما الان میگم. ببینید، فرهنگ سازی، هر چیزی فرهنگ سازی میخواد. بچه که میره مدرسه اینجا بهش میگن آقا حیوانات، محیط زیست احترام بذار، این کارو بکن، این کارو نکن. ما تو مدرسه‌مو به بچه کلاس 5 ابتدایی دارن عکس کلاشینکوف میزنن رو کتابش، میگن برو بمب بنداز، تیر بنداز، اصلا چیزی که ربطی نداره به فرهنگ. ما فرهنگ سازی هنو نشده داخل ایران که آقا به احترام بذار به محیط زیست، خودرو مشکل داره نیارش بیرون، آلودگی نکن، وقتی که میری سیزه بدر آشغال نریز، کثیف نکن، درخت نشکن. هیچ فرهنگ سازی داخل ایران رخ نمیده. مسائل دیگر رو میگیرن، فقط دنبال دین هستن و مقیه مسائل. متشکرم از آقای کوروش از یونان. و این متهم 18 ساله که ما رو داره خفه کرده. این مطلبی هستش در یک وبلاگ که من بخشی از اون رو برای شما میخونم. تو این مطلب نوشته شده که میگویند سونامی سرطان در راه است. میگویند این روزها بر تعداد کودکان بستری شده در بخش سرطان هر روز افزوده میشه و میگویند آلودگی هوا و حالا هم گهگاه مطرح شدن آلودگی آب و بعضی غذاها از جمله مرغ سبزیجات به این سونامی دامن میزد. اما باز هم اصلی ترین متهم آلودگی
آلودگی حواس، متهمی که 18 سال از پرونده آن برای بررسی روی میز باز است اما همچنان دریغ از پارسال. این بلاگر به قوانین طرح جامعه کاهش آلودگی هوا اشاره کرده و طرح‌های دیگه‌ای آورده و در نهایت به این نتیجه رسیده، گفته این از اینها بگذریم، حداقل قانون را که نمیتوان که میتوان تغییر نداد، تغییر قانون مایانه فنی خود را از 1 سال به 5 سال هم قانونی بود که به اصطلاح این گل را به سبزه آراسته کرد. با وجود هشدارهای بسیار مبنی بر افزایش 25% آلودگی هوا به این قانون، گویا عزمی برای تغییر دوباره آن و بازگشت به وضعیت قبلی وجود ندارد و باز ما میمانیم و سردردهای مدام، چشمای سوزان، قلبهای بیمار و نفسهایی که در این هوا به شمار افتاده. آرش، قوانین هم کمک میکنه. خب یک بخشی از این بماند از اینکه چقدر مردم میتونن مقصر باشن، یک سریش هم از این قوانینی که قوانین حالا بعضش اجرا، بعضش گذاشته میشه، بعضش همینطور مسکوت میمونه. خب حالا بعدش مردم قوانین اجرا میکنن یا اجرا نمیکنن، یا خود دولت اونا رو اجرا میکنه یا اجرا نمیکنه. این به هر حال باعث میشه که در دست دست هم بدن آلودگی هر روز بیشتر از دیروز بشه. حالا قوانین یه بس، اون اجراش همین معاینه خودرو دیگه دیدین دیگه، هر کسی ویدیو میخواست یه جوری در بره از این سربازی رفتن. راهاش هم بود اینکه خیلی راحت مثلا کار انجام بدن. به شهرام بریم، بیننده دیگری که از بهبهان روی خط ما. سلام به شما، نظرتون رو بشنویم. سلام آقای سیگارچی، به نظر من حداقل کاری که هر کسی برای حل اینجور مشکلات میتونه انجام بده اینه که مسئولیت این کاری که کرده رو قبول کنه. مثلا من یه مثالی بر شما زدم در مورد پذیرش مسئولیت، این موردی که آقای افشین تذکر دادم متاسفانه تو جمعه قبلی تو برنامه آنتن آقای صبحانی کار بدی کردن که به جای تصویر منتقدین تصویر گوسفندا رو پخش کردن. آقای شهرام، بیننده آقای شهر مسئولین صدای آمریکا رو آش، بیننده برنامه روی خط هستید، موضوع روی خط هم مشخص هست. خواهش میکنم اگر روی خط میایید در چارچوب موضوع برنامه نظر بدید. حتما اگر بیننده یا انتقادی به دیگر برنامه‌های روی خط دارید، به برنامه‌های صدای آمریکا دارید، میتونید براشون ایمیل بزنید، انتقاد خودتون رو بهشون مطرح کنید. مطمئنا همکاران من تو بخش‌های دیگر گوش میکنن. اما اگر روی خط میان استعداد دارم که در چارچوب موضوع صحبت کنید و از بحث خارج نشید، چون ناخودآگاه آدم فکر میکنه شاید قصد و غرضی دارید. بیننده دیگر مسعود از آمریکا روی خط هست. مسعود، نظر شما رو بشنویم. آقای مسعود از آمریکا رو داریم؟ بله، با عرض سلام عرض کردم که این قصه سر دراز دارد. در درجه اول مردم از اتومبیل به عنوان یه وسیله زندگی بسیار ضروری استفاده میکنن، برای کسب و کار استفاده میکنن و ماشینایی که در ایران ساخته میشه متاسفانه از نظر استاندارد با استانداردهای بین المللی زیاد همخونی نداره. و دومش اینه که اون سوختی که اینها مصرف میکنن، روغنی که مصرف میکنن، مواد افزوده‌ای که احتیاج داره، این مواد افزوده زیر استاندارده. یه مدتی اینها از شرکت‌های بزرگ تولید کننده خرید میکردن تا یه حدی این جنسایی که مصرف میکردن بهتر بود. بعد از این تحریم‌ها و غیرزاده گرفتار مواد افزوده به اصطلاح زیر استاندارد شدن از جاهای مختلف مثل چین و غیره. و این یه قسمتش، حالا مردم استفاده بکنن یا نکنن، گرفتاریشون اینه که یکی این که از نظر حمل و نقل شهری اون امکاناتی که مثلا شهرهای بزرگ مثل تهران یا مشهد یا تبریز یا غیرزاده احتیاج دارن وجود نداره، پس مجبورن ماشین رو استفاده کنن. ماشین هم وسیله حمل و نقل عادی مردمه، هم وسیله کسب و کار مردمه. این هم نمیشه ازشون گرفت. اون قسمتی هم که مربوط به افزودنی ها و موادی هستش که میزنن، اونم که گرفتاری اینه که چی وارد میشه و همونی که وارد میشه پالایشگاه مصرف میکنه. از یه طرف دیگه تو منطقه های مثل خوزستان و غیرزاده شما میبینین که این گرفتاری بیشتره. خوب وقتی که در نتیجه جنگ خلیج فارس اون منطقه نفتی کویت به کلی آتیش گرفت، خب این نفتایی که آتیش گرفت، این حوزه های نفتی که بین رفت، خاک رو آلوده کرده. خب حالا خاک که مریضه، این مرضش رو داره منتقل میکنه به جاهای دیگه، این بادی که میاد. به هر حال این گفتگوها بسیار بسیار فنیه. کشورهای بزرگ هم، شهرهای بزرگ دنیا هم، همه با این گرفتاری ها روبرو هستن و فقط مسئله این هستش که آیا دولتی بتونه
منافع مردم رو در نظر بگیره و اون کاری که لازم است انجام بده، نه اینکه به مسائل جانبی بپردازه و به اصطلاح بهانه‌گیری بکنه و عذرخواهی بکنه. میگن اینا هی میگن که اینجا خرابه به خاطر این خرابه. بابا خرابه باید درست بشه، درست هم بخواد بشه باید این به اصطلاح مسائل در نظر گرفته بشه. ممنونم آقای مسعود که آمدید روی خط نظر دادید. آرش کاربری نوشته که تکرار آلودگی هوا باعث شده که قفل این کار برای مسئولین بریزه. گفته میخوام خبر بدم که تو چند روز آینده دوباره هوای تهران آلوده است. اینو گفته از روی خبرگزاری ها خونده. به نیمه برنامه رسیدیم، یه تنفس کوتاه بگیریم دوباره برمیگردیم. حتما راه‌های ارتباطی با برنامه روی خط رو می‌دونید. یه راه جدیدن پیامگیر برنامه روی خط 202-205-9942 با داخلی 92 در تمام روز منتظر شنیدن صدای شماست. برنامه امروز هم که در مورد آلودگی هواست و نقش مردم در کاهش آن. خب رویا، بینندگان اشاره کردن که به هر حال نقش دولت هم هست. به نظر میشه تو دولت روحانی یه مقدار بیشتر داره توجه میشه. انتصاب معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان محیط زیست با استقبال فعالان محیط زیست روبرو شد. تازگی هم یه اظهار نظر داشت، حالا تو طول برنامه اشاره میکنیم. خانم ابتکار به عنوان عالی‌ترین مقام حفاظت از محیط زیست ایران به اشاره کرده به این مشکلاتی که برخی از شهرها دارن. با هم دیگه بخشی از صحبت هایشون رو ببینیم و بشنویم. بحث ریزگرد تعداد این شهرها رو هم متاسفانه افزایش داده، ولی در حال حاضر این 7 شهر برنامه جامعه کاهش آلودگی هوا دارن، از جمله شهر تهران که ما در این دوره در صدد احیای این برنامه ایم، چون متاسفانه تو سالهای گذشته برنامه متوقف شد، توی دورانی اجرا نشد. برای تهران در عالی ترین سطح انشالله هفته آینده در اولین فرصت جلسه کاهش آلودگی هوا تشکیل خواهد شد تو عالی ترین سطح. خب بخش از گفتگوی رئیس سازمان محیط زیست ایران بود. انتهای این گفتگو خانم ابتکار اشاره به نقش مردم داشت، مردم باید همراهی کنند. اما واقعا نقش مردم چه میتونه باشه؟ سایت اینترنتی فرارو مطلبی داره، میگه آیا دولت تنها مقصر ماجرا است؟ تو مطلب اشاره میکنه به اینکه نه، مردم هم میتونن بخشای از مشکلات رو حل کنن. از جمله اینکه پدیده ماشین‌های تک سرنشین در تهران وجود داره همچنان، یعنی کسانی که فقط یک نفر از ماشین داره استفاده می‌کنه، در حالی که اصطلاحا تو خیلی از کشورها بهش میگن کارپول و چند نفر مشترک از یه ماشین استفاده می‌کنن. استفاده از ماشین‌ها، از ماشین به جای پیاده‌روی برای رفتن برای خرید از سوپر محله، از نونوایی که خیلی نزدیک، کمتر از 1 کیلومتر فاصله است، فوراً ماشین استفاده می‌کنن. گریز از معاینه فنی یکی از نکاتیه که مردم خیلی دوست دارن ازش در برن، به رغم اینکه میدونن اگر معاینه فنی بشن خودروشون اجازه نمیگیره، در میرن به خاطر اینکه اون جریمه ها رو ندن و هر چند که اون ماشین باشه در شهر فعالیت بکنه. و نکته آخر هم به یه چیز اساسی که در میون ایرانیان خیلی شاید وجود داره، بی توجهی به اتلاف انرژی است در ایران. اما قضیه به همین سادگی هم نیست رویا. وقتی به نقش مردم اشاره می‌کنیم، باید اون طرف به سیستم حمل و نقل یک پارچه شهری اشاره کرد که سهل الوصول باشه، وقت کمتری از شهروندان بگیره و به نوعی باشه که مردم به راحتی بتونن از اتوبوس، مترو و غیره استفاده کنن. و اگر اینها نباشن نمیشه از مردم هم انتظار داشت. به یه بعد دیگرش هم نگاه کنیم، مردم باید اول اطلاع داشته باشن. تو همین جلسه‌ای که خانم ابتکار داشته با یه سری از مسئولین و بزرگان به این نشه رسته بودن که خیلی در دولت نهم و دهم خیلی از آمارها مخفی شده بود و مردم اعلام نمیشد. همین آلودگی هوا و میزان کشته شده ها و میزان آسیب هایی که رسیده بود به مردم جز اون آمارهای پنهانی بوده که در دولت نهم و دهم اتفاق افتاده و باعث شده که مردم به اصلیت این موضوع پی نبرن و براشون شاید اهمیت نداشته باشه، جز اولویت های زندگیشون نباشه و اینکه شاید هم آگاهی ندارن که چه کار بکنن که
جلوگیری کنن از آلودگی هوا و آموزش ندیدن. به هر حال همه اینها میتونه دلایلی باشه برای اینکه افزایش آلودگی هوا در ایران رو به فزونی گذاشته باشه. بابک نوشته که مهمترین عامل آلودگی هوا در خوزستان ریزگردهاست که از کشورهای همسایه وارد ایران میشه که جهت کنترل اونها نیاز به همکاری با کشورهای همسایه هست که متاسفانه مسئولین پایتخت نشین به فکر اینها نیستن چون این ریزگردها بهشون نمیرسه و توجهی به مسئله ندارن. مصطفی هم گفته ای کاش فقط آلودگی هوا داشتیم، حداقل با یه ماسک از خونه بیرون میومدیم و موضوع حل میشد. الان آلودگی امواج اطرافمون پارازیتی که برای ماهواره میفرستن که اثر مستقیم روی مغز انسان داره و انواع سرطان ها رو داره رو به افزایش میذاره. خب به غرب ایران بریم، کرمانشاه سامان روی خط هست. سامان، نقش مردم به نظر در کاهش آلودگی چیه؟ عرض سلام دارم خدمت شما. من خودم به شخصه انتظار دارم مسئولین این امر از ما عذرخواهی کنن و من اینو خود توهین به خودم میدونم که صدای آمریکا بیاد. خب متاسفانه به برخی از بینندگان ما یه ماجرا رو دست گرفتن و همش میان روی خط، همشون رو تکرار میکنن. متاسفم از این قضیه و از دیگر بینندگان که وقتشون اینطوری گرفته میشه، عذرخواهی میکنم. به سراغ فرزاد بریم از آمریکا، بیننده دیگری که روی خط. فرزاد، به نظرت نقش مردم در کاهش آلودگی چیه؟ با سلام به شما. به نظر من یه باور اشتباه بین مردم در ایران حاکمه. فکر میکنن که دود گازوئیل برای سلامتی هیچ خطری نداره. این اصلا پایه علمی نداره و اگه شما در سطح تهرانی نگاهی بکنید ببینید اتومبیل هایی که بتون حمل میکنن لوله اگزاستشون درست به سمت پنجره ماشین های شخصی، دود مستقیما میره داخل ماشین های شخصی مردم. بعد اتومبیل های ارتشی، اتوبوس های ارتشی که گازوئیلیه، دود وحشتناکی دارن. مینی بوس های گازوئیلی، اینا اصلا بدترین چیزایی که در شهر وجود داره. این یه مورد. یه مورد دیگه هم که مردم به نظر من بایستی که یه مقدار بیشتر به فکر بودجه‌ای که شهرداری خرج چیزایی مثلا نمایشی مثل ساختن پارک آب و آتش میکنه. نمیدونم شما از پارک آب و آتش خبر دارین یا نه. پارک خیلی شیکیه که تازه باز شده. به جای این کار این پول بیاد صرف برنامه مسئله دود، برنامه‌ای رو اجرا کنه که جلوی دود ماشینا رو بگیره. حالا فرضاً بودجه برای این چیزا کم نیست. در واقع حالا بیننده‌هایی گفتن بحث فرهنگ‌سازی رو مطرح کردن. در سال‌های گذشته بودجه‌های کلان اختصاص داده شده، خیلی وقت از تلویزیون دولتی ایران گرفته شده، از رسانه‌ها به رسانه‌ها بودجه داده شده، به برخی از رسانه‌ها برای به اصطلاح اون چیزی که فرهنگ‌سازی گفته میشه، یا ستاد بهینه‌سازی سوخت در ایران هست که اصلا کارش همینه که بتونه فرهنگ‌سازی بکنه. یعنی می‌خوام بگم حالا یه پارکی هم که ساختن که بعضی دوستش دارن اینجوری نباشه، فکر کنیم که نه اون پارک هم نباید ساخته بشه. بودجه براش هست، اما اینکه چقدر این کار تاثیر داشته شاید مشکل ساز شده. خب وقتی میرید تو این پارک قدم بزنید باید هوای خوب استنشاق بکنید که دود مزمینه. به نظر من ورزش کردن در سطح تهران کار خیلی غلطیه، برای اینکه خب ورزش چیز خوبیه ولی خب وقتی شما باید دود استنشاق کنید نه بهتر ورزش نکنید. شما این جلوی این ماشین های دود کنید گازوئیل اگه بگیرن به نظر من 50% از مسئله حل میشه. میگم کار زیاد مشکلیه. ممنونم آقای فرزاد از آمریکا، نکته مهمی رو گفت. اتفاقا رو یا اشاره کرد به ورزش کردن. من تو خبرها میخوندم که مسئولان محیط زیست تهران از آموزش فرزش خواستن که نذارن بچه ها تو این روزها ورزش کنن و حتی هشدار داده بودن که دیگرانم در صبح اول صبح ورزش نکنن و کسانی که خب تو این سن و سالهای بالا میرن توی پارک میشنن، گفته بودن اونها هم نرن. کسایی که بیماری قلبی دارن، بیماری تنفسی دارن، اونها هم نرن. به هر حال کاربری برای ما در فیسبوک نوشته که مطمئن باشین که هزاران نفر از خوزستانی ها هم اگر بمیرن یک تومن از پول نفت خوزستان برایشان خرج نمیشه. همینطور کاربر دیگه ای به نام حمید گفته موضوع آلودگی هوا موضوع تک بعدی نیست، وظیفه آن را تنها بر عهده مدیریت شهری نمیتوان گذاشت. درسته که دولت نقش قابل توجهی در توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت و بهبود ترافیک داره، اما این مردم هستن که در نهایت باید به اجرای قانون تن دهند و به فکر سلامتی محیط زیست باشن. خب کامبیز بیننده دیگری است که از آمریکا روی خط هست، بشنویم نظر کامبیز رو. الو، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم اصلا خدمت شما که مثلا آلودگی هوا تازه نیستش،
سالها با این مسئله مواجه هستیم، حتی در کشورهای غربی هم همینطور. من حالا شما دو مسئلهتون مسئله ایجاد هست خب فرق میکنه. مثلا اول اینکه فرهنگ سازی به طور مطلق نمیشه، گاه گداری روز طبیعت هستش یا روز چیز دیگه هستش. در صد اون چیزی که مسلمه مردم و مسئله هر دو برای من به هم دخیل هستن. مثلا راجع به مسئله که راجع به کارخونه هستش که باید فیلتر بزنن که مدتبه نمیذارن، چون سالها قرار بود زمان من یا اگه یادم باشه زمان آقای هاشمی رفسنجانی قرار بود که کارخونه های فیلتر بزنن که خب معوق بود. و در ضمن خودروسازا هم به این واقع خیلی مقصر هستن، چون وقتی اونا فقط میخوان محصولشون رو بفروشن و بدون کیفیت کالا و بدون از اینکه استاندارد میزنن روی ماشین، ولی استاندارد نداره ماشین یا کیفیت مصرف بنزین اصلا کیفیت نداره. حتی قرار بود که بنزین بدون سرب در واقع اینا تولید بکنن که نمیدونم به کجا اینا به جای رسته باشه. نهایتا مثلا طبیعت وقتی ما میریم سیزی رو در یا مثلا جای ما پیتی میریم تمام واسه اونجا میریزیم. ببینید فرهنگ سازی نشده، یعنی خودمون به خودمون این ضربه میزنیم که مثلا جز خوش بگذاریم. خب فکر نمیدونیم بعدا این طبیعت ضربه میکنه ضربه میخوره و بعد اصلا خدمت شما که این مسئله به وجود میاد. من جمعه همین مسئله که کیفیت زمانی که من سالا اینجا یه بار که میرم برای باید مالیات بدم میرم اینجا ماشین من کنترل میشه، کاملا کنترل میشه، یعنی دقیقا کنترل میشه. اگر ماشین اینا بره نمیدونم حرکت کنم. و این دیگه نیازی به یا انسانی نداره، خود به خود این انجام میشه. و من هم که میرم پیتنیز جمیدم وقتی که تمام شد تمام دوستان رو همه وادار میدم همه میشینی و تمام مثلا پلاستیک رو جمعیم و توی جاگش میدیم. ممنونم از کامبیز که آمد روی خط. نکته جالبی رو گفت روی کامبیز، ماشین رو وقتی اینجا سالانه میخواید کارتش رو تمدید کنی باید حتما ببری ماشین بازرسی بشه، یعنی معاینه فنی بشه در واقع، اینسپکشن بشه و بدون اون اصلا تمدید نمیکنه از یه سالی که بگذره. اگر اصلا 3 سال 4 سال ماشین تو بودست اگر که تو خیابونم باشه و پلیس ببینه تاریخ اون گذاشته میتونه ببره. اهواز نفس نمیکشد، این تیتر روزنامه اعتماد بود که من بخشی از مطلبی که اعتماد در صفحه روزنامه امروز خودش در تیتر یکش نوشته رو برای شما میخونم. گفتگوهای مختلفی داشته در این مطلب با نماینده‌های مجلس. ناصر سودانی نماینده مردم اهواز هم در این گزارش در این مطلب روزنامه اعتماد بحثی کرده در مورد اینکه حدود 5000 نفر مسموم شدن و دچار به بیمارستان ها رفتن. گفته مدت زیادی بود که در اهواز باران نباریده بود و به همین دلیل در لایه‌های بالای جو مقدار زیادی از باقی مانده ریزگردها و آلاینده‌های دیگر ناشی از سوختن پسمانده‌های نیشکر، میادین گازی و نفتی و کارخانه‌ها جمع شده بود که باعث اسیدی شدن باران‌های اخیر در اهواز و بروز مسمومیت در مردم شده. اشاره کرده به باران اسیدی و گفته که درباره علت بروز مسمومیت‌ها با این شدت در اهواز و شهرهای دیگر استان خوزستان احتمال مؤثر بودن کاهش رطوبت هوا در پی خشک شدن تالاب‌ها و انتقال آب از رودهای استان خوزستان از جمله کاروندز و جراحی هم مطرح هستش. خیلی جالبه که آرش به هر حال یه نفر اشاره می‌کنه به عنوان نماینده مجلس که به هر حال شاید کم شدن آب یا مشکلات مثل سوزاندن نیشکر و مباحث دیگه که خیلی‌هاش می‌تونه دولتش مؤثر باشه و یه سریش هم مردم اعلام میکنه. بعد جاهایی مثل شبکه‌های مختلف تلویزیونی در ایران میان و اعلام میکنه همه چی خوبه و هیچ مشکلی وجود نداره. همه چی آرومه در حقیقت. خوب بیننده برنامه روی خط هستید که بحث این برنامه ما در مورد کاهش آلودگی و نقش مردم در این مقوله است. خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان رو روی خط بشنویم. اما یه تنفس کوتاه بگیریم برمی‌گردیم. خب رویا اشاره کردیم به نقش مردم. برخی معتقدن در کنار اینکه باید مردم رعایت کنن، تلاش کنن، در این حال میتونن از حکومت بخوان که یه سری فعالیت ها رو متوقف کنه یا روش خیلی تاکید کنه. حالا من اشاره میکنم به چند نمونه از اینها که در ماهای گذشته دیدیم. اعتراض مردم زنجان به
یه کارخونه بود به نام کارخونه سرب و روی. مردم مرداد ماه گذشته تجمع کردن، اعتراض کردن به این شرایط که باعث آلودگی شده شهری مثل شهر زنجان که آب و هواش به نسبت خیلی از شهرهای دیگه خوبه چرا آلودش کرده. خوشبختانه گوش شنیدهایی بود و این کارخونه تعطیل شد و خب به هر حال مردم راضی شدن از این شرایط. یکی دیگه از موارد مشابه این بوده که در عراق، به هر حال عراق شهریه که محاصره شده با کارخانجات صنعتی و خب خیلی از مردم تجمع کردن در دو ماه پیش و اعتراض کردن به این آلودگی هوا که خواستار این شدن که کارخانه‌های صنعتی در این شهر جمع بشه و یا حداقل فعالیتشون به گونه‌ای باشه طوری فعالیت کنن که مخل آسایش و امنیت و شرایط روحی و جسمی شهروندان نباشه، که البته یک اقداماتی هم در این مورد صورت گرفته رویا، اما باز هم عراقی‌ها معترض هستن به این. تو برخی از شهرهای دیگه هم چنین اعتراضاتی بوده. اعتراضات زیاده، اما در نهایت باید مردم و دولت دست به دست هم بدن با کمک NGO یا همون سازمان‌های غیر دولتی تا بتونن کاری از پیش ببرند و شاید هوا آلودگیش کمتر بشه. نیما نمیشه حداقل باید 2 ساعت پس از اولین بارندگی کسی از هوا، بعد از اولین آلودگی کسی از خونه بیرون نیاد و چون که سرب در افزایش سرطان زیاد تاثیر داره و همینطور کاربر دیگه نمیشه چرا حتما باید 44 ساعت در هفته کار کنیم اگر ساعت کاری رو به روال قبل برگردن، هم حجم ترافیک کم میشه هم آلودگی هوا کمتر میشه و در ساعت 4 به بعد این همه ازدحام و شلوغی در اتوبان ها وجود نداره و خیابون ها رو اینقدر شلوغ و مسدود نمی کنن. آرش، خیلی از کاربرای امروز ما کسانی که در اهواز بودن، در خوزستان بودن، اشاره کردن به اتفاقی که برای خودشون افتاده بود، به تنگ نفسی که برایشون افتاده بود و اینکه اشک میریختن یا سوزش چشم داشتن، مباحثی که برای خودشون پیش اومده بود و خیلی بهش پرداختن. یه سری از کاربرای دیگه که حالا در شهرهای دیگه زندگی می‌کردن اومده بودن گفته بودن خب خودشون مقصر هستن، یه سری گفتن دولت مقصره. خیلی بین این دو گروه بحث مختلف به وجود اومده بود. در بین این صحبت‌ها یه نفر اومده بود اشاره کرده بود به اینکه آقا دولت داره خیلی از این کارا رو پنهانکاری می‌کنه و این پنهانکاری‌ها باعث میشه که مردم ندونن بالاخره چه خبره، جنگ درونی اینطوری راه بیفته. یه نفر اشاره کرد به صحبت‌های احمدی‌نژاد که گفته بود چند وقت پیش اشاره کرده بود که کشورهای اروپایی ابرها رو خالی میکنن و نمیذارن بارون به ایران برسه و صحبت‌هایی از این قبیل که مسئولان ایران با در مورد حتی ابرها هم دارن خیلی چیزا رو پنهان میکنن، در مورد بارندگی هم حتی دارن خیلی چیزا رو پنهان میکنن. بسیار خوب. اما از کردستان غرب ایران بیننده دیگر امین هست، بشنویم نظر امین رو از کردستان. ببخشید من حمید هستم از کردستان عراق. بفرمایید. در مورد همون موضوعی که در مورد آلودگی هوا، به نظر من بیشترین از سببی که باعث آلودگی هوا میشه همین زیاد کارخانجات با اون هوای آلودگی که از کارخانه ها میاد بیرون باعث آلودگی هوا هم میشه. خب نقش مردم چیه؟ به نظر من بیشترین نقش مردم اینه که مردم بیشتر اهتمام بدن به چیزایی که نذارن حکومت این شرکت ها را زیاد کنه. مثلا چی؟ مردم نذارن حکومت به طوری که به طور زیاد این شرکت ها این شرکت ها زیاد کنه که باعث آلودگی هوا بشه. خب از اون طرف دولت میگه من میخوام اشتغال ایجاد کنم، نیاز دارم کارخونه بسازم. نه نه، باید کارخونه بسازه. به نظر من اگه کارخونه هم بسازه باید به فکر مردم هم باشه. شاید بهتر باشه کارخانجاتی بسازه که مواد آلاینده تولید نکنن. ممنونم حمید از کردستان عراق. یه کوچولو باید به من وقت بدید به خاطر اینکه من صفحه فیسبوکم پرید. اما کاربری به نام علی اکبر نوشته در جهان این انسان ها هستن که بیشترین تاثیر رو بر محیط زیست دارن، با خودخواهی در جهت رفاه و کسب درآمد خود با بی انصافی محیط زیست خود رو به جهنم تبدیل کردن. تا زمانی که بر خودخواهی خود غلبه نکنیم وضع از این هم بدتر خواهد شد. کارخانه ها و حتی کارگاه های کوچک فقط اسلاف انرژی میکنن و هوا رو آلوده میکنن، ضرر آنها بیش از سود آنها برای انسان هاست. این کاربر نمیشه همه چیز در این جهان عوض شده است، حتی ما خودمان نیز از آن آدم های گذشته نیستیم. آلودگی هوا در ایران مستقیما بر روی سلامت تاثیر منفی داره، از جمله ناراحتی های قلبی و تنفسی. گفته در شهرهای بزرگ آلودگی هوا ناشی از دود خودروها و کارخانجات و در شهرهای مرزی و کوچک آلودگی ناشی از گرد و خاک کشورهای همجوار.
یه زمانی 10 سال پیش فقط بحث آلودگی شاید تو تهران مطرح بود، اما الان میشنویم اهواز، حتی بحثی بود مطرح شد درباره یاسوج و دیگر شهرها. یعنی یه جورایی مثلا اینقدر بی‌توجهی شده که به شهرهای دیگه هم تسری پیدا کرد. اون یه زمانی رو نگو آرش، یه زمانی بود مدرسه ها فقط به خاطر برف سنگین داشت تعطیل می‌شد، اما الان داره به خاطر آلودگی هوا تعطیل میشه. البته این نکته مثبتش رو بچه‌ها دوست دارن. اما به زابل در سیستان و بلوچستان بریم ببینیم نیما چه فکر می‌کنه. الو بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام آرش جان، خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید. عرض کنم خدمتتون آرش جان، به نظر من حداقل کاری که میشه الان انجام داد عذرخواهی و گرفتاری شدیم با این دوستان عذرخواه و عذرخواهی پذیر. متاسفانه هم وقت ما رو میگیرن هم وقت بینندگان رو، و این خب یه مدام منصفانه نیستی که خطها رو اشغال میکنن بعد هم میان یه موضوعی رو مطرح میکنن که نه به برنامه ربط داره نه به موضوع برنامه ربط داره، و حالا سر واقعیتش هم این که وجود داشته یا نه هم هزار جور حرف و حدیث هست. در حال من پوزش میخوام به خاطر اینکه این دوستان میان یه ذره مزاحم برنامه و وقت شما بینندگان عزیز میشن، بحث روی خط رو همچنان با شما عزیزان ادامه میدیم. بحث درباره اینکه نقش مردم چه میتواند باشه در کاهش آلودگی که اشاره کردیم در ابتدای برنامه که مشکلاتی در خوزستان روی داده، آلودگی هوا و بارش باران موجب شده که حداقل 5000 نفر کارشون به بیمارستان کشیده بشه به خاطر مشکلات تنگی نفس و عواقب اون. در این حال از با اینکه اعلام شده بود از امروز یه مقدار آلودگی هوای تهران بیشتر میشه، اما از دیروز شروع شد و حالا بحث مطرح میشه به نوعی که مثل سالهای گذشته که چه باید کرد با این مشکل آلودگی هوا. در این حال مقام‌های دولتی اعلام کردن برنامه‌ای برای 7 شهر در ایران دارن که میخوان سعی کنن کاهش بدن مشکلات رو. اما امشب در برنامه روی خط از شما عزیزان پرسیدیم که نقش مردم چی میتونه باشه، آیا مردم نقشی در این کاهش آلودگی دارند یا خیر. رویا حامد گفته که آلودگی هوا فقط ناشی از عوامل صنعتی نیستش، سالهاست که مناطق جنوب غربی و غرب ایران گرفتار گرد و غبار هستن که خیلی هم خطرناکه و گاهی دامنش به مناطق مرکزی هم کشیده میشه. حامد گفته واقعا اگه برای شهرهای مثل تهران هم چنین مشکلی پیش می اومد مسئولین اینقدر تعلل میکردن. اگر میخواهید که از کلان شهرهای مرکزی که انواع امکانات رو در اونجا دارن باید تمرکز زدایی بشه و شاید این اتفاقات کمتر بیفته. اهورا کاربر دیگه هست که گفته در دنیای مدرن امروز راهکارهای بسیاری برای جلوگیری از انواع و اقسام آلودگی ها وجود داره، مدیریت صحیح، برنامه ریزی و سرمایه گذاری که قسمت اعظم آن به دست دولت و بخشی از آن به دست ملت باید انجام بشه. خب به انگلستان بریم، به خانم سهیلا بیننده ای که رو خط اسکایپ ماست، بشنویم نظرشون. سلام، خسته نباشید. بفهمید خشم. ببخشید من میخواستم نظرم بگم در مورد برنامه تون نقش مردم توی آلودگی هوا. اگه یه فرهنگ سازی بشه که مردم به جای اینکه از خودروهای شخصیشون اتومبیلهای شخصیشون استفاده کنن برای حتی یک کار خیلی کوچیک، از خونه میخوان بیان برای کار 5 دقیقه تا سوپری سر محل میخوان برن از ماشین شخصیشون استفاده میکنن، اگه یه فرهنگ سازی بشه که مردم بیشتر از وسایل نقلیه استفاده کنن، از اتوبوس، از مترو استفاده کنن، از یا حتی امکان از تاکسی استفاده کنن، به نظر من این خیلی تاثیر میذاره توی کاهش آلودگی هوا. و اینکه الان این آلودگی هوایی که مخصوصا توی تهران هست به خاطر اینکه این برمیگرده به یه بخشش به مسئله تحریم که این بنزین مصرفی الان داخل ایران ساخت ایرانه و این بنزین با استانداردهای دنیا مطابقت نداره و این یه بخشیش هم به این موضوع برمیگرده. و اینکه اگه که بیان این کارخونه‌هایی که توی بافتای شهری ایران هست مخصوصا توی تهران هست اینا رو انتقال بدن به شهرهای اطراف، به شهرهای کوچیک‌تر، به نظر برای من اینم یکی از دلایلش میشه که آلودگی هوا یکم دیگه کاهش پیدا کنه. و اینکه روند کوچ مردم از روستا به شهر اینم خودش باعث میشه که کوچ کردن مردم از روستا به شهر به شلوغی شهرهای بزرگ اضافه میکنه. خب این شلوغی هم متقاعبا آلودگی هوا رو داره، تردد جمعیت رو داره، هر کس میخواد از
وسیله نقلیه شخصی خودش استفاده کنه. این یک سری عواملی هست که به نظر من مردم میتونن، هر کس به خودی خود میتونه نقش داشته باشه توی کاهش آلودگی هوا. خانم سهیلا اشاره کردی به فرهنگ سازی، حالا شاید این سوال رو بتونم از شما بپرسم که به هر حال تو انگلستان هستی. این واژه فرهنگ سازی از اون واژه‌های کلیشه‌ایه که میگن باید فرهنگ سازی بشه. بله. شما چه مصداقی رو میتونید مثال بزنید و بگید که مثلا در انگلستان میشه که اگر در ایران هم استفاده بشه اون کار شاید مفید باشه؟ من خودم توی ایران بهترین ماشین رو سوار میشدم، خب، ولی اینجا از اتوبوس استفاده میکنم و اصلا نه اینو یه دونه نه از شخصیت من کم میکنه نه چیزی. من قشنگ اینجا برای کارهای روزانه خودم از اتوبوس استفاده میکنم، چون اول اینکه مقرون به صرفه نیست استفاده از وسیله نقلیه شخصی، و هم اینکه یکی از عواملی میشه که توی کاهش آلودگی هوا میتونم من خودم به خودی خود نقش داشته باشم. اینجا مردم هستم، من آدم سراغ دارم، دکتر، مهندس، نرس بیمارستان از اتوبوس استفاده میکنه، یا چون دو ماهی که اینجا هوا خوب هست، هوا بهاری و نسبتاً گرم هست، از دوچرخه استفاده میکنن، هیچ عیب و عاری هم نمیدونن. میدونید متاسفانه توی ایران اینجور جا افتاده بین مردم که اگر یکی از اتوبوس استفاده کنه یکم سطح کلاس اجتماعیش پایین تر از بقیه است، با وجود که اصلا اینجا هیچ چیز اصلا همچین چیزی امکان نداره. و اینم این فرهنگ سازی برمیگرده به سالیان قبل. میدونید این الان فرهنگ سازی توی ایران که بخواد به این نحو شکل بگیره چندین سال زمان میبره. اینجور نیست که بخوان بیان چند تا تبلیغ توی تلویزیون انجام بدن و بین از چیز استفاده کنن. وقتی که طرف یه درآمد میلیاردی داره میاد ماشین میلیاردی میندازه زیر پاش، هیچ وقت این آدم وقتی که یه مازاراتی سوار شده، یه پورشه سوار شده، یا حداقل یه ماشین 100 میلیون سوار شده، این آدم هیچ وقت نمیاد از اتوبوس استفاده کنه برای کار شخصیش. ممنونم خانم سهیلا که از انگلستان روی خط آمدید. و اردشیر یکی از کاربرانی هست که میشه یکی از دلایل عمده آلودگی هوا در منطقه غربی ایران ساختن سدهای بزرگ توسط کشور ترکیه بر روی رودخانه هایی است که به کشور عراق میریزه. گفته این سدها باعث کم آبی رودخانه های بزرگ مانند دژله شده، در نتیجه آبگیرهای اطراف این رودخانه خشک شدن و خاک این نواحی با وزش باد از سمت غرب به شرق به استان های غربی ایران میرسه. و همینطور کاربر دیگه نوشته بنزین آلوده و ماشین های سنگین دولتی و موتورها عامل اصلی آلودگی ها هستند. این کاربر نوشته من متعجبم که چرا مینیبوس هایی که مال عهد بوخ هستن و هنوز در شهر دارن تردد میکنن و توقیف نمیشن. علی از آلمان آخرین بیننده ایست که سراغش بریم، فرصت خیلی کوتاهی داریم. علی نظر شما رو هم بشنویم. بله، خسته نباشید آقای محترم. من زنگ زدم، من از فرانکفورت آلمان دارم تماس میگیرم. واقعا علی لحظه دلم سوخت، چون رفتم از بیرون داشتم میومدم، بارون میومد، بعد خیلی هوای خوب، خیلی هوای لطیف، خیلی به قول معروف اکسیژن زیاد، اصلا هم کسی مسموم نمیشد، هر کس هم داشت کارشو میکرد. بس. من چندین خیلی سال تو اروپا دارم زندگی میکنم، من فکر نمیکنم که این مسئله آلودگی هوا به مردم اون کشور ربط داشته باشه. من فکر میکنم بیشتر این مسئله مربوط به این سیستم این کشوریه که ما داریم، این سیستمیه که تو ایران الان داره کار میکنه و به قول معروف حکومت در دست بشه، به دلیل اینکه آقای محترم ببین شما علی عزیز عذرخواهی میکنم تو دو جمله جمع‌بندی کن چون وقتمون خیلی کمه. اوکی. ببین یک کشوری مثل آلمان، مثل سوئد، هزاران به قول معروف چند صد تا به قول معروف نیروهای هسته‌ای دارن، کارخونجات مختلف و فلان و همان، ولی با گذاشتن یک عدد فیلتر تمام این مشکلات رو حل کردن. من موندم آخه ایران این حکومت نمیتونه به قول معروف واسه این کارخونه ها اجباری کنه که فیلتر بزنن، یه چیز خیلی معمولیه. بله، ممنونم از علی که از فرانکفورت آلمان اومد. اتفاقا روی حالا فرانکفورت هم شهر کاملا صنعتیه. متشکرم ازت. و کاربری نوشته مردم هم مقصر هستن اما دولت و مردم هر دو در این بحث مقصرن. گفته وقتی مسئولان اعلام میکنن که برنامه کاهش آلودگی هوا در سالهای گذشته اجرا نشده، وضع هوا هم این گونه میشه. آرش، امروز به یه آمار رسیدم که در سایت کلمه منتشر شده، گفته بود مهاجرت اجباری سالانه 50 میلیون نفر به خاطر آلودگی هوا و کشته شدن
دو میلیون نفر به خاطر آلودگی هوا. این در روز جهانی علم گفته شده بود و این آماری بود که در شبکه‌های مختلف داشت دست در جهان شده. در جهان و این خیلی رقم بزرگی مهاجرت به خاطر آلودگی هوا بحثی که خیلی روز هست. بسیار خوب. خب ببینید موضوع فردا رو آرش من یادم رفته. خب از اینکه با من و همکارانم به همراه بودید از همه شما تشکر می‌کنم. تا فرصت بعد خدا نگهدار. تو فیسبوک می‌ذارم نظر بدید. شب خوش. خدا نگهدار.